در خدمتون هستم با مجموعه خبری مشروع 21. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت 2 ساعت از نمایشگاه دستاوردهای این نیرو بازدید کردند. این صفحه اول ماست. انشالله با استفاده این عملیاتی شدن این خودش کاربری های بسیار زیادی داره. انشالله در آینده نزدیک میرسیم به 50 و 60 هزار. در این نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه‌های طراحی و ساخت پهپادها، سامانه‌های موشکی ضد ناو و بالستیکی و ضد سپر موشکی، سامانه‌های پدافندی و انواع رادارها و مراکز کنترل فرماندهی به نمایش گذاشته شده بود. بخش مربوط به پیشرفت‌ها و دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در عرصه ساخت و طراحی انواع پهپادها اولین سالانی بود که فرمانده کل قوا از آن بازدید کردند. در این قسمت پهپادهای شاهد 129، شاهد 125 و شاهد 121 و سیستم‌های هدایت و کنترل و موتور پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور که به دست متخصصان و کارشناسان داخلی طراحی و ساخته شده اند ارائه شده. نمایش پهباد فوق پیشرفته و رادارگریز RQ-170 غنیمتی و ساخت مدل بومی آن از مهمترین بخش‌های این نمایشگاه بود. متخصصان نیروی هوافضای سپاه در مدت حدود 2 سال توانستند پهباد فوق پیشرفته RQ-170 آمریکا را مهندسی معکوس کنند. تو مرحله اول بعد از اینکه پرنده به غنیمت گرفته شد، تسخیر شد، ما اطلاع زیادی از پرنده نداشتیم، از معماری داخلش، رایانه‌ای که داخلش هست، اجزاش، ولی به سری حافظه هارد هایی که در دسترس بود میشد شناسایی کرد، اونا رو دسترسی پیدا کردیم و سعی کردیم در مرحله اول این داده ها رو بازیابی کنیم. شاید مشابه کاری که بعد از تسخیر لانه جاسوسی انجام شد و عزیزان سعی کردن که اون اطلاعات رو یه جوری بازیابی کنن، از خب با چند تا تفاوت اصلی دیگه. اینجا ما حتی جنس اطلاعات هم نمیدونیستیم که حتی دنبال چی داریم میگردیم و خدمت شما عرض کنم اونجا فقط به هم ریختگی اطلاعات داشتیم، ولی اینجا بحث کدینگ و رمز رو داشتیم. ما فضل خدا واقعا شامل حال ما شد که تونستیم این مرحله رو رد بکنیم. دیتایی که از اینجا توی این مرحله استخراج شد شامل تصاویر ویدئویی بود که نمونهش رو مشاهده می‌فرمایید و تصاویر فراتیفی که عزیزان همکاران کجاست؟ این مال پاکستان. بعد حجم زیادی از این اطلاعات بوده. همه محتوای این هارد‌ها رو کاملا این دو تا هارد کاملا اطلاعاتش کاملا شناسایی شد و همه شما تونستید بفهمیم که چی. بخشایش اطلاعات ذخیره شده بوده، بخشایش مربوط به مدیریت پروازش یعنی نحوه هدایت هواپیما شد. یه پیچیدگی خاصی داره. یه مجموعه سه کامپیوتر با هم دیگه، یه بردای پردازشی ستایی با هم دیگه بودی که به عنوان کامپیوتر پرواز شناخته میشه، کامپیوتر محموله ویژه و کامپیوتر ارتباطات لینگای ماهواره‌ای بوده و این کامپیوتر کاملا خاص منظور است، برای همین موضوع طراحی شده. سالان مربوط به موشک‌های ضد ناو و بالستیکی نیروی هوافضای سپاه دومین قسمتی بود که فرمانده کل قوا از آن بازدید کردند. در این بخش انواع موشک‌های زلزال، خلیج فارس، زلزال بارشی، هرمز 1 و 2، کروز، فجر 5، رعد 301 و سجیل که مراحل مختلف تولید آنها از ایده تا تولید به دست متخصصان داخلی انجام شده است ارائه شده بودند. همچنین امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای از سامانه پدافندی 3 خرداد که به دست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است رونمایی شد. این سامانه پدافندی که طراحی و ساخت آن 1.5 سال طول کشیده، دارای برد 50 کیلومتر است و همزمان 4 هدف را رهگیری و همزمان 8 موشک را شلیک می‌کند. سامانه پدافندی تبس، مرکز کنترل فرماندهی، انواع سامانه‌های پدافندی رعد 1 و 2 و انواع رادارها
از دیگر دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه بود که در نمایشگاه ارائه شده بودند. انواع رادارها از جمله رادارهای بشیر و کاوش، مراکز کنترل فرماندهی و جنگ الکترونیک از دیگر توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه بود که مورد بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. رهبر انقلاب